امروز گردشگری وحشت تبدیل شده به یک تفریح بسیار مهیج. دیگه لازم نیست برای تجربه کمی ترس حتما پای فیلم های ترسناک بشینید. میتونید بار بندیل ببندید و از نزدیک در مکان هایی باشید که واقعا ترسناک و خطرناک هستن. در سراسر دنیا این مکان ها به وفور یافت میشه. در ایران خودمون هم این مکان ها کم نیستن. البته بعضی از این مناطق به توسط پلیس شناسایی و حتی پلم شدن. بریم با هم چند تا از این مکان‌ها رو مرور کنیم و اینکه واقعا چرا اونها به مکان‌های جنی ایران معروفن و چرا خطرناک هستن. با ما همراه باشید. اولین منطقه کلبه وحشت در بندر انزلیه. در راه روستای هفت دغنان در نزدیکی بندر انزلی و سومسرا یک کلبه قدیمی در میان جنگل انبوه پنهان شده. اهالی روستا معتقدن هر کسی بتونه شبی در این کلبه سر کنه ثروتمند میشه. همین ماجرا افراد زیادی رو تشویق میکنه که شبی رو در این کلبه متروک سر کنن. اتفاقات وحشتناکی در این کلبه به وقوع پیوسته که باعث پلم شدن در به این کلبه شده. در سال 1365 4 دانشجو تصمیم میگیرن برای اینکه ثابت کنن چیزی در این کلبه وجود نداره، یک شب رو در این کلبه بگذرونن. در حین شب 2 از پسران پا به فرار میذارن، ولی 2 تن دیگه در کلبه جان خودشون رو از دست میدن. یکی بر اثر ترس و دیگری هم مجنون شده و دیگه نمیتونه زندگی عادی داشته باشه. سفر به این کلبه به همین جا ختم نمیشه. 3 تا دختر هم 4 سال بعد باز هم برای اینکه اثبات کنن این مکان فقط خرافاته، تصمیم میگیرن وارد کلبه بشن و شب رو اونجا بمونن. چون در پلم بوده، اونها از در پشتی وارد شدند. فردای اون روز از میان این 3 دختر یکی از اونها دیوانه وار بیرون کلبه فریاد میزد و کمک میخواست. این در حالی بود که 2 نفر از این دختران در داخل کلبه جان باخته بودند و نفر بعدی هم چند روز بعد دست به خودکشی زد. اجازه رفتن به این مکان دیگه وجود نداره چون آمار تلفاتش خیلی زیاد بوده. مکان بعدی دره ستارگان قشم در جنوب ایرانه. کلی هیجان رو میشه در این مکان پیدا کرد. تندیس های کوه مانندی در این منطقه وجود داره که نمونش فقط در آمریکا یافت میشه. شما باید برای دیدن این مکان به قشم سفر کنید و از روستای برک خلف بگذرید. این دره 15 متر عمق داره. ظاهر این تندیس به خودی خود ترسناکه. مردم منطقه معتقدند که شکل عجیب کوههای به وجود آمده به خاطر برخورد شهاب سنگ بوده. صدای باد در میان کوها باعث ترسناک شدن بیش از حدش مخصوصا در شب میشه. اهالی این منطقه هرگز شبها به این منطقه نمیرن و این منطقه رو جن زده میدونند. منطقه بعدی دریاچه گنج در ارومیه در آذربایجان غربیه. دریاچه گنج اسم دریاچه‌ای که عمق بسیار زیادی داره و مکان اون در آذربایجان غربی در شهر ارومیه است. داستان درباره این دریاچه زیاده. مردم بومی معتقدند گنج زیادی در کف این دریاچه وجود داره که حضرت سلیمان تمام گنج‌هاش رو در کف این دریاچه پنهان کرده. تعداد افراد زیادی در پی یافتن این گنج در کف دریاچه ناپدید شدند. حتی اروپاییان هم برای یافتن این گنج به این دریاچه وارد شدند، ولی عمق 75 متری دریاچه به اونها اجازه کشف رو نداد. خلاصه اینکه اگر از این نقطه عبور میکنید سعی کنید وارد این آب نشید که عاقبت خوبی نداره. جهنم دره. شاید موقع عصبانی شدن بعضی ها اسم جهنم دره رو از زبونشون شنیده باشید. بومی های منطقه هم جرأت رفتن به این منطقه رو ندارند. جهنم دره در شهر خوی در آذربایجان غربی قرار داره. این دره خطرناکه چون واقعا غیر قابل عبوره و مسافرانی که برای دیدن مناظر بکرش به این نقطه سفر کرده بودند هرگز برنگشتند. بومیان منطقه ای میگن هر کسی که به هر دلیلی تحت تعقیب و گریز بود به این دره برای پنهان شدن میرفته. مکان بعدی قنات گناباده. قناتی که در بخش مرکزی شهرستان گناباد وجود داره و 1001 افسانه و قصه دربارش شنیده میشه. این قنات عمق خیلی زیادی داره و چون در آن زمان آدمی نمیتونسته با ابزار و امکانات محدود دست به حفرش بزنه، به خاطر این موضوع این قنات رو متعلق به جنها میدونند.
در واقع اسم اصلی این قنات جنابات بود و بعد به اسم جنابات و در نهایت به گنابات تغییر نام داده. بومیان محلی معتقدند طاهر باشناس همون جنی بوده که دستور حفر این قنات رو داده. مکان بعدی کال جنی در یزد. دره وهم‌انگیز و ترسناک در استان یزد. در درون دره پر از مینیاتورهای سنگی بسیار بزرگه. در این دره ترسناک خانه ها و تونل های بسیاری وجود داره که به خانه گبرها مشهوره. اگر هم حتی به جن روح باور ندارید، پیشنهاد بکنیم که به خاطر ارتفاعات بسیار زیاد دیوارهای اون و شیب تند و تیزشون هرگز تنها به این منطقه سفر نکنید، چرا که دیوارهاش انقدر بلنده که به شما اجازه دیدن آسمان رو هم نمیده. این دره به دره جنها یا کال جنی معروفه. حالا برسیم به قلعه آدمخوارها. حتما فکر میکنید آدمخوارها فقط در قصه ها یا فیلم ها هستن، ولی جالبه که بدونید ما تو ایران قلعه ای داریم که به قلعه آدمخوارها معروفه. مکان این قلعه در اردبیل، قلعه متروکه در روستای کرباسلو. حادثه عجیب باعث شده این قلعه به قلعه آدمخوارها مشهور بشه. تعدادی از گردشگران برای سفر به این قلعه رفتند و هرگز برنگشتند. جسد اونها هم هرگز پیدا نشد. از اون زمان به بعد به این اسم شهرت پیدا کرد. جنگل جیغ در مشهد. این جنگل ظاهر مخوفی داره، اما این تنها چیزی نیست که باعث ترسناک شدنش شده. اگه به این جنگل سفر کنید میتونید حساب یک گردشگری وحشتناک رو تجربه کنید. این جنگل در روز هیچ خبر خاصی توش نیست، اما شبها صدای جیغ زنی ازش شنیده میشه که مردم اطراف اعتقاد دارن این صدای یک زنه که داره زنده زنده سوزانده میشه. بعضی ها این صداها رو به ملخ‌هایی نسبت میدن که به این جنگل هجوم آوردن و لابلای درختان و علفزارها پنهان شدن، ولی اونها که به این جنگل رفتند و این صداها رو شنیدند اعتقاد دارند که اصلا شباهتی بین این صداها و صدای ملخ یا جیجیرک وجود نداره. برای رفتن به این جنگل باید به روستای سربر در ترقبه برید. اگر قصد سفر به این مکان رو دارید، تنها به اونجا سفر نکنید، چون واقعا صداهای توش ترسناکه. منطقه بعدی گورستانی برای جنهاست. در منطقه چابهار در جنوب کشور یک گورستان عجیب وجود داره. طول قبرها در این گورستان در حدود 225 سانتی متر و عرض اونها به 110 سانتی متر میرسه. این گورستان در روستای تیس از توابع بندر چابهار قرار داره، روستایی که 2500 سال قدمت داره. کاملا سنگی بوده و داستانهای وحشتناک زیادی دربارش وجود داره. اگر شما هم به یکی از این مناطق خطرناک سفر کردید یا مسافرتی داشتید که یکی از این وقایع رو از نزدیک تجربه کردید، ما خوشحال میشیم که اون رو بین ما و دوستاتون به اشتراک بذارید. سپاس از همراهی همگی شما دوستان.